گزارش هایی از نقض حقوق اهل سنت ایران در سال 2015. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران، اهل سنت که بزرگترین جمعیت بعد از مذهب شیعه را در ایران تشکیل می دهند، عملاً از کلیه صحنه های سیاسی، اجرایی، اقتصادی و اجتماعی کشور به حاشیه رانده شدند و در سالهای گذشته به وفور آمار نقض حقوق جامعه اهل سنت ایران که علی‌رغم جمعیتی قریب به 25 میلیون به عنوان اقلیت در ایران تعریف می شوند مشاهده شده است. اما به خاطر عوامل متعدد و نبود تشکل‌ها و نهادهای مستقلی که به طور تخصصی به موارد حقوقی اهل سنت ایران بپردازند، بسیاری از عمده مشکلات آنها مستور مانده و منتشر نشدند. اکنون و با انتشار این گزارش حقوقی که با پشتکار واحد خبر شبکه جهانی نور تهیه و تنظیم شده است، سعی داریم بخش کوچکی از موارد نقض حقوق اهل سنت ایران در سال 2015 را بیان نماییم. دست کم 9 نفر از زندانیان اهل سنت در سال 2015 طبق گزارش هایی که به واحد خبر شبکه جهانی نور رسیده اعدام شده اند. در تاریخ 4/3/2015 برابر با 13 اسفند 1393، 6 زندانی اهل سنت به نام های حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و سید هادی حسینی بدون توجه به فریادهای خانواده، علما و اندیشمندان اهل سنت و سازمانهای بین المللی اعدام شدند. در تاریخ 21/12/2015 غنی ریگی و دوست وی که اسمی از وی به دست نیامد، 2 زندانی سیاسی اهل سنت محکوم به اعدام در زندان زاهدان به دار آویخته شدند. در تاریخ 4/2/2015 جیاند ریگی، زندانی سیاسی اهل سنت در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. همچنین هم اکنون 27 زندانی سنی مذهب کرد با احکام قطعی اعدام در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برند. کاوه ویسی، بهروز شاه نظری، طالب ملکی، شهرام احمدی، کاوه شریفی، آرش شریفی، وریا قادری فرد، کیوان مؤمنی فرد، برزان نصرالله زاده که در کودکی بازداشت شده بود، عالم برماشتی، پوریا محمدی، احمد نصیری، ادریس نعمتی، فرزاد هنرجو، سید شاهو ابراهیمی، محمد یاور رحیمی، بهمن رحیمی، مختار رحیمی، محمد غریبی، فرشید ناصری، محمد کیوان کریمی، امجد صالحی، امید پیوند، علی مجاهدی، حکمت شریفی، عمر عبداللهی، امید محمودی. در تاریخ 15/12/2015 خبرگزاری‌های حقوق بشری از تایید حکم اعدام برزان نصرالله زاده، یک زندانی اهل سنت که در نوجوانی به اتهام محاربه بازداشت شده بود، خبر دادند. زندانیان و بازداشت‌ها. دست کم 74 نفر از جوانان و فعالان اهل سنت در سال 2015 بازداشت شدند. در تاریخ 4/1/2015 33 نفر از جوانان اهل سنت نصیرآباد بازداشت شدند که تاکنون همچنان 10 نفر در حالت بلا تکلیف در زندان مرکزی زاهدان به سر می‌برند. اسامی این افراد: ابوبکر ملازهی، عامر گهرامزهی، ابوبکر بهرامزهی معروف به صدیق، داوود بهرامزهی، بشیر بلیدعی، ادریس بلیدعی، مسیب وطنخواه، نجیب رئیسی، عبید رئیسی، عبدالستار بهرامزهی. در تاریخ 19/1/2015 12 تن از شهروندان مهابادی به نامهای محسن دریانوش، شهاب زرین، مجید خاکدان، کامیل نجاتی، رضا مکرمی، رضا سلطانی آذر، نادر رسولی، منصور حسین زاده، منصور نادری، صدیق کاکممی، جلیل بدوی و احمد دهناد و یک نفر دیگر که اسم وی به دست نیامد، جهت تفریح از شهر خارج شده بودند که توسط اداره اطلاعات سپاه با گزارش‌های نادرست بازداشت شدند. در تاریخ 14/2/2015 شهاب دهواری، دانشجوی سنی مذهب بلوچ، اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زابل، در مسیر بازگشت از دانشگاه به خوابگاه توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد. در تاریخ 23/2/2015
نیروهای امنیتی در شهر بوکان کاک حسین ابراهیمی از اعضای مکتب قرآن را بازداشت کردند. در تاریخ 11/3/2015 نیروهای امنیتی سعید سویدی از فعالان اهل سنت در روستای حجیه اهواز را به دلیل فعالیت‌های مذهبی بازداشت کردند. در تاریخ 18/3/2015 عابد رئیسی فرزند حسین 29 ساله در شهرستان نیکشهر بلوچستان با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در تاریخ 24/3/2015 دست کم 20 نفر از شهروندان اهل سنت سقز در استان کردستان به خاطر فعالیت‌های مذهبی توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند. در تاریخ 3/4/2015 مولوی عبدالشکور نارویی مدیر مدرسه علوم دینی اهل سنت منبع العلوم شیرآباد زاهدان بازداشت شد. در تاریخ 25/2015 سه فعال اهل سنت مهابادی به نامهای ابراهیم غلامی دانشجوی مهندسی صنایع، مصطفی خدیر و هیمن بازاری فرزند علی همزمان با اعتراضات مهاباد بازداشت شدند. در تاریخ 1/7/2015 هفت فعال اهل سنت اهوازی به نامهای مهدی حیدری فرزند لفته 32 ساله، عبدالحکیم خسرجی فرزند حسین 27 ساله، ساجد الهایی فرزند نجم 19 ساله، حیدر ناصری 29 ساله، ایوب حیدری، احمد بدوی و عباس بدوی در ملاشی اهواز بازداشت شدند. در تاریخ 12/7/2015 سه تن از فعالان مذهبی اهوازی به نامهای علی منصوری و برادر او یوسف منصوری و عمار ابیاوی 22 ساله از اهالی شهر حمیدیه بازداشت شدند. در تاریخ 38/2015 احمد ریگی ماریشان طلبه دارالعلوم مکی زاهدان توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. در تاریخ 16/9/2015 شیرزاد عمری از اعضای مکتب قرآن شهرستان سردشت واقع در آذربایجان غربی توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. در تاریخ 6/11/2015 مولوی امین الله ده مرده فرزند مولوی شمس الدین فعال مذهبی و مسئول مکتب علوم دینی روستای ده مرده زابل توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. در تاریخ 21/11/2015 دو روحانی اهل سنت بلوچ به نامهای مولوی امان الله بلوچی فرزند حبیب الله امام جماعت یکی از روستاهای کیشکار سرباز بلوچستان و حافظ عبدالرحیم کوهی فرزند ابراهیم استاد مدرسه منبع العلوم کوهون بازداشت شدند. در تاریخ 24/11/2015 سعید یاریپور طلبه منبع العلوم کوهون سرباز در استان سیستان و بلوچستان که برای مرخصی و دیدار خانواده‌اش به محل سکونت خود در تهران برگشته بود توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. در تاریخ 7/11/2015 هفت روحانی و فعال اهل سنت به نامهای مولوی عبدالرحیم گرگیج، مولوی عبدالحکیم گرگیج، مولوی جمعه گرگیج، مولوی محمد بلوچ، مولوی علیرضا اشترک، ابراهیم زرین، هفت فعال اهل سنت بلوچ در شهرستان کلاله واقع در استان گلستان بازداشت شدند. در تاریخ 19/12/2015 مولوی عبیدالله بلوچ شاگرد مولانا گرگیج و امام جماعت مسجد روستای یکتوت از توابع شهرستان بهشهر مازندران پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت ساری بازداشت گردید. گزارش‌هایی از احکام زندان و نقض حقوق زندانیان اهل سنت. دست کم 13 زندانی با موارد نقض حقوقی و احکام زندان در سال 2015 مواجه شدند. در تاریخ 11/1/2015 جعفر غفوری فعال اهل سنت برای اجرای محکومیت 6 ماهه به زندان مهاباد معرفی شد. در تاریخ 24/1/2015 خانواده فؤاد احمد نوری زندانی عقیدتی اهل سنت زندان رجای شهر کرج که پس از 4 سال از کردستان عراق برای دیدار با وی به زندان رجای شهر کرج آمده بودند از ملاقات با فرزند خود محروم شدند. در تاریخ 18/5/2015 یک زندانی جوان به نام عبدالواحد گمشادزهی 19 ساله فرزند دین محمد اهل سراوان بلوچستان به دلیل خونمردگی در اثر ضرب و شتم و عدم امکانات پزشکی و خودداری از اعزام به بیمارستان خارج از زندان جان خود را در زندان مرکزی زاهدان از دست داد. در تاریخ 9/8/2015
نامق دلدل، زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت، پس از 15 ماه بلا تکلیفی در شعبه 28 دادگاه انقلاب سنندج به 10 سال زندان محکوم شد. در تاریخ 25/8/2015 ماموران زندان رجای شهر علارغم عفونت کلیه شهرام احمدی، زندانی عقیدتی اهل سنت، از اعزام به معالجه وی خودداری کردند. در تاریخ 27/8/2015 ما موسی ناصر پیری بعد از یک سال بلا تکلیفی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سنندج و محکوم شدن به 5 سال حبس، مجدداً به وزارت اطلاعات سنندج منتقل شده و بیش از 10 روز در انفرادی نگهداری شد. در تاریخ 10/10/2015 امید کوکبی، زندانی نخبه و فیزیکدان اهل سنت ترکمن که از مشکلات کلیوی رنج می‌برد، علی‌رغم درد کلیوی مسئولین زندان اما با درخواست وی جهت اعزام به بیمارستان مخالفت کردند. در تاریخ 20/10/2015 اعلام بلا تکلیفی 7 زندانی عقیدتی اهل سنت به نام‌های داوود عبداللهی، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت، قاسم آبسته و ایوب کریمی پس از 6 سال بلا تکلیفی و بازداشت در زندان. نقض حقوق مذهبی و اعمال فشار بر فعالان مذهبی اهل سنت ایران. دست کم 16 مورد که جزو عمده فشارهای مذهبی هستند در سال 2015 در مورد اهل سنت ایران گزارش شده که این موارد همه موارد نیستند. در تاریخ 13/1/2015 خانم فریده بهاری، عضو مکتب قرآن و از دبیران اهل سنت تربیت بدنی شهرستان بانه با 5 سال سابقه خدمت اخراج گردید. در تاریخ 9/2/2015 ماموران امنیتی مشهد، مدرسه علوم دینی با سابقه سنت نبوی اهل سنت مشهد را پس از برگزاری 5مین دوره مسابقات حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآنی برای چند روز تعطیل و اساتید خارج آن را ممنوع تدریس کردند. در تاریخ 10/2/2015 مولوی اسماعیل قربانی، مدیر مدرسه دینی اهل سنت سنت نبوی را احضار و تهدید کردند که خبر تعطیلی مدرسه را منتشر نکند. در تاریخ 23/2/2015 مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از شرکت در کنفرانس رابطه العالم الاسلامی که با حضور شخصیت‌های برجسته جهان اسلام در مکه برگزار شد ممنوع شد. در تاریخ 28/2/2015 پس از آنکه شهاب تجری، رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام، در نشستی خبری اعلام کرد تندیس حقوق بشری مهر را در این دوره به مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان اعطا خواهند کرد، ماموران امنیتی اما از این کار جلوگیری کردند. در تاریخ 4/5/2015 مولوی عبدالمجید شهبخش، معروف به ابو عمار بلوچستانی، به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شد. در تاریخ 12/5/2015 مولانا محمد حسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر، از سوی ماموران وزارت اطلاعات گلستان برای مشارکت در جلسه دانش آموختگی دارالعلوم مکی زاهدان که یکی از سخنرانان اصلی آن بود ممانعت شد. در تاریخ 17/5/2015 و همزمان با برگزاری 24مین همایش دانش آموختگی طلاب دارالعلوم زاهدان، ماموران امنیتی در ورودی شهر زاهدان از ورود بسیاری از افراد مذهبی و شرکت کنندگان همایش ممانعت به عمل آوردند. در تاریخ 17/6/2015 شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت وابسته به دولت که مجری طرح کنترل مدارس دینی اهل سنت به شمار می رود، با اعمال فشار از اصلاح نصاب درسی مدارس دینی خراسان رضوی توسط علمای اهل سنت ممانعت کرد. در تاریخ 22/6/2015 و همزمان با ماه مبارک رمضان، کلانتری شهید رجایی شهر مشهد به مسئولان مسجد توحید این شهر هشدار داد که برای نماز تراویح اجازه حضور و اقامه نماز به مردم در کوچه و خیابان منتهی به مسجد را ندارند. در تاریخ 7/7/2015
خانواده نرگس محمدی فعال برجسته حقوق بشر ایرانی اعلام کرد که وی پس از احضار و بازداشت به خاطر دفاع از زندانیان عقیدتی اهل سنت محکوم به اعدام متهم به همکاری با داعش شد. در تاریخ 29/7/2015 مأموران امنیتی و نیروی انتظامی و شهرداری تهران نمازخانه اهل سنت واقع در منطقه پونک تهران را تخریب کردند. در تاریخ 8/8/2015 پس از اطلاعیه حوزه‌های علمی اهل سنت خراسان مبنی بر اعتراض علیه تخریب نمازخانه پونک تهران، وزارت اطلاعات این حوزه‌های علمی را تحت فشار قرار داده تا از موضع‌گیری خود برگردند. در تاریخ 8/10/2015 رهبر ایران خامنه ای با توصیف طلحه و زبیر از بزرگان اهل سنت به آنچه از آن فتنه‌گران این زمان خوانده توهین کرد. این موضوع با واکنش مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان مواجه شد. در تاریخ 26/12/2015 علمای اهل سنت نسبت به توهین حیدر مصلحی که به طلحه و زبیر از بزرگان اهل سنت توهین کرد انتقاد کردند. انتقادها از برخی فشارهای مذهبی. در تاریخ 21/3/2015 در پی افزایش اعزام گروه‌های مذهبی شیعه به مناطق سنی نشین برای تبلیغ مذهبی، مولانا محمد حسین گرگیج به آنها توصیه کرد که با ترویج و تلقین باورهای خود سبب بروز اختلاف و دودستگی نشوند. در تاریخ 27/9/2015 در خطبه های نماز جمعه علمای برجسته اهل سنت چون مولانا عبدالحمید، مولوی محمد یوسف حسین پور، مولوی محمد گل کرمزهی و مولوی محمد حسین گرگی در خطبه های عید قربان بر رعایت حقوق اهل سنت و آزادی مذهبی آنان تأکید کردند. در تاریخ 24/10/2015 مولانا محمد حسین گرگی امام جمعه اهل سنت آزادشهر از اعمال فشار بر اهل سنت در ارگان‌های دولتی و پادگان‌ها برای عزاداری انتقاد کرد. سوء قصد و ترور و مرگ و میرهای غیر طبیعی در سال 2015 برای فعالان اهل سنت ایران. در تاریخ 24/1/2015 علی حسین زاده از اعضای مکتب قرآن در بوکان و امام جماعت روستای خانکندی از توابع میان دوآب پس از تهدید توسط ماموران امنیتی توسط افراد مسلح مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از تزریق آمپول در خارج شهر و در میان گلولای رها شد. در تاریخ 28/2/2015 ماموستا محمد صالح علی مرادی فعال مذهبی اهل سنت از سلاسه باباجانی استان کرمانشاه جلوی منزل خود توسط عوامل ناشناس به وسیله سلاح گرم ترور شد. در تاریخ 21/3/2015 ماموران لباس شخصی طی یک سوء قصد به سید احمد ریگی طلبه سال آخر تحصیلی حوزه علمی اهل سنت گشت سراوان با شوک برقی و تیراندازی به وی حمله کردند. در تاریخ 6/7/2015 دو جوان بلوچ به نامهای مولا بخش عباس زهی 25 ساله و نعیم عباس زهی 23 ساله اهل دشتیاری از توابع چابهار چند ساعت پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات چابهار جسدشان به بیمارستان چابهار تحویل داده شد. در تاریخ 21/9/2015 یک مادر 25 ساله جاسکی به علت نارسایی پزشکی و تعلل در اعزام بیمار به بیمارستان تخصصی تر جان خود را از دست داد. به خاطر تکرار وقایع مشابه مردم جاسک به طور گسترده اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مسئولان شدند. در تاریخ 31/12/2015 فعالین بلوچ گزارش دادند که در پی تیراندازی‌های بی‌ضابطه و نگاه امنیتی ماموران انتظامی و امنیتی در استان سیستان و بلوچستان در سال 2015 دست کم 43 نفر از جوانان بلوچ کشته و زخمی شدند. سایر موارد. در تاریخ 26/1/2015 ماموران انتظامی با حجت مبارزه با قاچاقچیان سوخت به اموال مردم حمله کرده و اقدام به آتش زدن بشکه‌ها و مخازن سوخت و ضبط وسایل نقلیه بسیاری از ساکنان روستای کنخ جزیره قشم نمودند. در تاریخ 15/6/2015 ماموران لباس شخصی در مسیر جالق به سراوان اقدام به حمله و شلیک به سمت مسئولان بومی و فعالان بلوچ نمودند. این موضوع واکنش امام جمعه اهل سنت سراوان و آزادشهر را در پی داشت.
در تاریخ 25/6/2015 در پی گزارشات کذب از سوی مسئولان افراطی میناب به تهران، ماموران یگان ویژه تهران، خراسان و کرمان دو شهر بندری و سنی نشین کرگان و کلاهی را به مدت 5 ماه محاصره کرده و زندگی عادی مردم را دچار مشکل کردند. در تاریخ 5/7/2015 حمید رضا پشنگ، یکی از نمایندگان سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که 70% مردم بلوچستان زیر خط فقر زندگی می کنند و نیمی از دانش آموزان این استان هرگز دیپلم نمی گیرند. در تاریخ 9/9/2015 فعالان بلوچ گزارش دادند که علارغم گذشت 1 سال و بازداشت مبدعی قاتل عبدالله مرادزهی و همسر و فرزندش توسط یک مأمور پلیس به نام محسن بندهی، قوه قضاییه اما با محاکمه وی تفره می رود و وزارت اطلاعات تلاش کرده که خانواده مقتول را مجبور به پذیرش دیه کند.